سلام مجدد. در ویدیوی قبلی در مورد Entity Framework, Connection String و First Code با هم مرور داشتیم. در این ویدیو به ادامه First Code و همچنان پروژه‌ای که در ابتدا نشان دادیم از صفر تا انتها تطبیقش میکنیم. برای انجام این کار میریم تیبل هایش هم میسازیم. چند تا تیبل که لازم داره ما او تیبل هایش رو باید اینجا اضافه کنیم. مثلا شما ببینید اینجا کانتکت از هست، سپانسرشیپ داره، تیم داره، گالری داره، خود ریسرچ و کتگوری ها داره که یارا ما دانه به دانه هر کدامش تیبلش اضافه میکنیم. برای ایجاد تیبل ها در حالت فرست کود ابتدا ما کلاس ها را ایجاد میکنیم. کلاس هایی را که ایجاد میکنیم یا دوباره مپ میشن و به تیبل تبدیل میشن در بکیند یا دیتا اسکول سرور. برای ایجاد این کلاس ها یا تیبل ها ما یا را داخل مدل قرار میدیم و در داخل مدل کریت میکنیم. برای انجام این کار بالای مدل راست کلیک میکنم، اد نیو کلاس و در اینجا نامش اضافه میکنیم. اولین تیبل ما به نام about از میگیریم یا contact از و همچنان پیش میریم. جدولی contact از و about از تقریبا هر دوشان یکسان هستن و تفاوت هایشان کم هست، در چند فیلد هست. ما یک تیبل اضافه میکنیم و شما میتونین که و مؤسس نورمالایزیشنی که خودتان مد نظر میگیرین به این دو تا تیبلش میگیرین یا یک تیبل، او اختیار خودتان است. پس من یک تیبل ایجاد میکنم به نام contact us تیبل بعدی ما راست کلیک. ابتدا کلی تیبل ها را اضافه میکنم و بعدا میریم پراپرتی هایشان را اضافه میکنیم. تیبل بعدی ما نویسنده ها هستن یا آتور هست. اد نیو کلاس. تیبل بعدی ما به نام بنر هست. اینجا ببینین تصاویری که تبدیل میشن یا بنر ما هست. در بنر یار ما ذخیره کردیم و یک تیبل به نام بنر اضافه میکنم. با اشتباه شد، یک ای دیگه اینجا هم اضافه میکنم. بالاش اگر تیبلی که اضافه میکنین و او اشتباه میشه میتونین بالاش راست کلیک کنین و در اینجا دوباره او را رنیم کنین. زمانی که من اینجا رنیم میکنم کلاسش هم در داخلش دوباره رنیم میکنم. ببینید به این شکل تیبل بعدی ما به نام کاتگوری هست. کاتگوری شما ببینید اینجا ما یک کاتگوری داریم، تکنولوژی هست، ترنینگ هست، ریسرچ هست، کالچر هست، پولیتیکال هست و چند تا کاتگوری دیگر. راست کلیک تیبل بعدی را اضافه میکنم. تیبل بعدی ما به نام گالری هست یا تصاویر خود در گالری ذخیره میکنیم و یک نام برش میتیم گالری. و تیبل بعدی ما به نام ریسرچ هست. ریسرچ ببینید اینجا مطالبی که ذخیره میشن، این تکس ها تایتل داره، عکس داره، تاریخ داره. یا ما یک تیبل اضافه کردیم به نام ریسرچ که این دیتا را در داخل از او اضافه کنیم. دوباره یک تیبل دیگه اد نیو کلاس. کلاس بعدی ما به نام سپانسر هست. سپانسر اینجا ببینین ما در قسمت پایین سپانسر داریم. مثلا یک چند تا منمونه اینجا اضافه کردیم. اینجا میتونید که سپانسر شیپایتان رو اضافه کنید. و تیبل بعدی
اد نیو کلاس به نام تیم یا ممبر. من تیم میگیم و شما میتونه که ممبر باشه و یا هم تیم باشه. این منظورش از کسایی که هستن عضو همی سازمان یا نهاد هستن که در اینجا ما یک تیبل به نام از یا هم اضافه میکنیم و یک تیبل دیگه اضافه میکنیم به نام لنگویج. و این تیبل با اکثر تیبل ها در ارتباط هست و تیبل هایی که قرار است دو زبان یا دو لنگویج چه داشته باشن این را با او ارتباط میتیم و اینجا به نام لنگویج من یک تیبل اضافه میکنم لنگویج. خب تیبل لنگویج ما هم اضافه شد. اینجا بیشتر از 8-9 تا تیبل تا 12 تیبل ما اضافه کردیم و حالا میریم از تیبل اولی شروع میکنیم از کانتکت از و اینجا پراپرتی هارشانه همراه با فیلد و پراپرتی و نویگیشن پراپرتی هایشان اضافه میکنیم. اولین تیبل ما به نام کانتکت از هست و در اینجا اضافه میکنم فیلدش به نام پابلیک اینز آیدی و گیت سیت. خب میتونم که مستقیم پراپ نویشه کنم و تب فشار بتونم از کیبورد خودش جنریت کند و در اینجا کافی است که تنها ما تایپ بشه تغییر بتم و نامشه. آیدی داره و اینجا هم سترینگ یک نام داره یا ارگانیزیشن یا سازمان و پراپ ایمیلش اینجا اضافه میکنم پراپ تایپش سترینگ از نوی سترینگ باشه و به نامی مثلا فون باشه و prop string آدرسش باشه. اینجا آدرسش اضافه شه و prop string description. متن نویشه میکنیم در مورد خود سازمان یا نهاد. اینجا ما تایپ یک فیلد مد نظر گرفتیم به نام دیسکریپشن باشه و از نوی سترینگ پراپ فشار میتونم پریس میکنم تب و در اینجا دیتا تایپش ذکر میکنم سترینگ فیلد به نام مثلا لینک فیسبوک خودی همین سازمان باشه. اونجا لینکش اضافه میکنم زمانی که بالایش کلیک کردیم مستقیم در کجا بره. در اینجا توجه داشته باشین قسمت فیسبوکش هست بالایش کلیک کنم فیسبوک تویتر هست و یوتیوبی خودی از این سازمان است که اینجا بالایش کلیک کنم مستقیم در آدرس فیسبوک میره که ما میتونیم لینک فیسبوک اینجا با صورت استاتیک ذخیره کنیم برای ذخیره کردن لینک سوشال میدیا هایتان میتونید که اینجا فیلد ها را اضافه کنید prop string youtube و همچنان اگر شما میتونید که اضافه کنین فیسبوک لینک مثلا باشه ولی همین منظور را میرسونه پس نیاز نیست که من اینجا لینک شم اضافه کنم پروپ. چند تا فیلد دیگر هم اضافه کردم تویتر، اینستاگرام و لنگویج آیدی نویگیشن پروپرتی و دیتا آنوتیشن های این تیبل ما اضافه میکنیم. شما قبلا اگر ما می اومدیم به حالتی دیتابیس فرست ایجاد میکردیم در اسکیل اول ما می اومدیم تیبل ایجاد میکردیم در اونجا دیتا تایپش مشخص میکردیم پرایمری کی براش میدادیم مشخص میکردیم که اگر تایپش این ورکر است یا ورکر هست مکسش چقدر مکس لینتش چقدر باشه
ما اونجا مشخص میکردیم. اما از اونجایی که پروژه ما به صورت فرست کود است، اول کود بنویسین بعد دوباره دیتابیسش ایجاد میشه، شما میتونید که اینجا بیاین این پراپرتی ها و نویگیشن پراپرتی ها که منظور ما از نویگیشن پراپرتی ها ایجاد ارتباط یا ریلیشنشپ بین تیبل ها هست و دیتا انوتیشن، از دیتا انوتیشن منظور که نل باشه نباشه، کلیدی اصلی داشته باشه و همچنان مکس لینتش چقدر باشه، دیسپلی استینگ نامش چی باشه و غیره و غیره. پس ما اینجا کلیدی اصلی را اضافه میکنم. برای اضافه کردن این کلیدی اصلی اینجا ما فقط کافی است کی را وارد کنم. زمانی که کی را وارد میکنم اینجا به یک فضای نام ضرورت داره که کی داخل فضای نامی دیتا انوتیشن هست. ما بالای از این کلیک میکنم تا فضای نامش اضافه شود. اینجا ببینید Using System Components Model Data Annotations، بالایش کلیک میکنم تا این Data Annotation اضافه شود. و اینجا ID نشان داده، ما میتونیم که اینجا بیایم مشخص کنیم که دیسپلیش چی باشد. دیسپلی نیم ایکوال با چی باشم. من اینجا میتونم نوشته کنم که مثلا کان تکت از آیدی، کانتکت از آیدی باشه. یعنی در فرم ویو که نشان میده به این شکلش نشان بده. اگر ما را اینجا اضافه میکنیم یعنی که اونجا در حالت ویو به این شکلش نشان میده که کانتکت از آیدی هست، ولی اگر شما این را نوشته نکنیم به صورت دفالت چیزی که اینجا اضافه کردیم اونجا دیسپلیش میکنه تنها آیدی خالی هست. کی اصلیش اینجا مشخص کردیم و تایپ آیدی ما از نوع اینت هست، خودش اوتو اینکریمنت هست. اوتو اینکریمنت یعنی که ما نیاز نداریم که بیایم آیدیش از زیاد خودمان انتری کنیم، او خودش آیدی را یک یک اضافه کرده میره. خب میایم بعدیش اضافه میکنیم دیتا انوتیشن نیم ها، نامش نامش هم میگیم چی باشه. اولا که required باشه یعنی خالی بودن نمیتونه به هیچ عنوان، و زمانی که خالی بودن نمیتونه ما که بالای سیف کلیک میکنیم اگر نام خالی بود به صورت دفالت اینجا برای ما یک مسیج رو ظاهر میکنه مبنی بر ای که فیلد شما الزامی هست، اونجا نوشته میکنه که enter name. اما اگر شما خواسته باشین میتونین که این تکسی که اونجا نشان میده خود شما بیاین تغییرش بدین. مثلا من اینجا ایرور مسیج به نامی چی باشه، میتونین که اینجا همون تکسش اضافه کنین، مثلا انتر کان تکت نیم. و ای را چگونه دیسپلی کنه این نامه؟ display name equal و چی باشه، مثلا company name. یک help هست، یک کمک هست به شما که نشان بده و همچنان این دیتا انوتیشن هایی هست که شما برش آشنا میشین. خب ایمیل هم الزامی باشه نباشه شما میتونید که به این شکل اضافه کنین، آدرسش اضافه کنین نکنین، و همچنان میتونید که در اینجا ما مکس لینتش هم چی کنیم مشخص کنیم که مکس لینتش چقدر باشه. مثلا ما بگم که 300 هم بالا نباشه، اما اگر ما این مکس شب مشخص نکنیم به صورت بای دفالت یا به صورت پیش فرض کلش مکس لینت میگیره، یعنی که در حالتی میگیره که هر چقدر که وارد کردی هیچ محدودیتی وجود نداره، به حالتی مکس میگیره. اما شما میتونین که این مکس لینت ها را بیاین چی کنین خود شما سید کنین. خب ما یکیش به این شکل کار میکنیم، بقیهش در ویدیوهای بعدی کلش نمیایم در کلی تیبل های حالت انجام میدیم، ما یک تیبل اضافهش میکنیم، ولی شما میتونید که در کلی تیبل ها به این شکل پیش بریم. ایمیلش در نهایت 60 باشه،
و فونش هم تا 14 عدد است، ما 20 عددش میگیریم. آدرسش مکسش امکان داره که زیاد باشه، ما تا 800 هم میگیریم، 800 کاراکتر باشه. و دیسکریپشنش هم مثلا در حد مکس باشه، ایره هیچ لیمیت نمیکنیم، هرچقدر که خواست میتونه که اینجا اضافه کنه. و فیسبوک لینکش هم در حد 100 تا کاراکتر و 100 تا دیگه. یوتیوب لینکش باشه و توییترش باشه و یا هم میتونیم که را 150 بگیریم یا کمتر و بیشتر و 250ش بگیریم. خب ما اینجا 220ش میگیرم، ایش هم 250 میگیرم و ایش هم 200 میگیریم که اونجا کم نیاریم. و اینستاگرامش هم 250 باشه. خب اینجا چیزی که ما اضافه کردیم به نام لنگویج آیدی هست، ما یک تیبل اضافه کردیم به نام لنگویج. ما کانتکت از هم میخواییم دو حالت نشان بدیم، زمانی که بالای انگلیسی کلیک کرد جزئیات رو نشان بده که انگلیسی هستن، اما زمانی که سویچ کرد به زبان دیگر کانتنت رو نشان بده که زبانی را انتخاب کرده. پس ما نیاز داریم که کانتکت از ما باید یک ریلیشن داشته باشه با تیبل لنگویج. خب برای اضافه کردن یا ریلیشن دادن با تیبل لنگویج ما اینجا یک فوریان کی اضافه میکنیم که آیدی لنگویج ها در تیبل کانتکت از این آیدی را به عنوان فوریان کی بشناسه. پس اینجا ما میتونیم از دیتا انوتیشن استفاده کنیم به نام فوریان فوریان کی، و فوریان کی به نام چی هست؟ به نام لنگویج آیدی هست. خب فکر میکنم که فوریان کی ما هم نیاز به یک فضای نامی کی داره، دیتا انوتیشن کی، ایره هم اینجا اضافه میکنیم. فوریان کی را ما اشتباه نوشته کردم و افش هم کلان میگیرم و بالش کلیک میکنم. اینجا ببینین من میتونم که مستقیم اینجا یوزینگش کنم و یا هم یوزینگ در بخش بالا شود، در بخش یوزینگ قرار بگیره به نام دیتا انوتیشن اسکیما. و اگر خواسته باشه میتونیم که مستقیم اینجا مثلا ایره ما چی کنیم، اضافه کنیم و از خطایش چی شود، خطایش برطرف شود. اما خوب است که ما در بخش یوزینگ ایره اضافه کنیم. پس من بالای از این کلیک میکنم تا اونجا چی شود، اضافه شود، تا خطای ما هم برطرف شود. خب اینجا فوریان کیش هم مشخص کردم، علاوه بر اینکه فوریان کیش اضافه کردم باید اینجا رابطه شو هم مشخص کنم که چند به چند است. پس public virtual language get set. خب همون گونه که مشاهده میکنین تیبل لنگویج یا کانتکت از ما تمام شد. پراپرتی هایش ها، دیتا انوتیشن هایش ها اضافه کردم، رابطه ایش هم ایجاد کردم. رابطه اینجا لنگویج با تیبل کانتکت از یک به یک هست. در اینجا ما تنها خود تیبل صدا زدم و اگر یک به چند می بود اینجا ما لیستی از چی را باید اضافه میکردیم، از لنگویج اضافه میکردیم. خب این تیبل ما تمام شد، میریم تیبل بعدی. داخل مدل میشیم، در مدل ببینید اولین تیبل ما تیبل کانتکت از بود، پس اینجا میریم دوباره تیبل آتور یا تیبل نویسنده ها که اینجا تیبل نویسنده ها را اضافه میکنیم. به خاطر از اینکه وقت ما گرفته نشد در دیتا انوتیشن هاش و در نویگیشن پراپرتی هایش، ما از تیبل کانتکت از کاپی میکنیم و اون فیلد هایش که کار داریم اونجا میمونیم و بقیه فیلد هاش را حذف میکنیم. یک کنترل سی میگیرم و در اینجا کنترل وی پیستش میکنم. فضای نامش اضافه کنه و اینجا هم فضای نمی کی فوریان کی را اضافه کنه. خب
به جای کانتکت از آیدی اینجا تور آیدی میگیریم، دیسپلی نیمش باشه و در اینجا انتر کنه. خب یا شو پاک میکنیم، لازم نیست، اگر ریکوردش هم میگیره ریکورد باشه، اما تکسی پیش فرضش نشان بده، ما اینجا کلام تکسی براش مشخص نمیکنیم و دیسپلی نیم هم نداشته باشه. خب در اینجا نویسنده نام داره که اینجا میشه که ما مشخص کنم در قسمت دیسپلی نیمش به عنوان مثلا چیز باشه، دیسپلی نیمش مساوی به فول نیم باشه مثلا. یعنی که اگر ال نیم داره، میدل نیم داره و لاست نیم داره، برای لاست نیمش یک فیلد دیگه اضافه میکنیم و مکسش هم بین مکسش زیاد نباشه، به یک اسم میتون در حدی بیشترش هم 20 تا کاراکتر یا 50 تا کاراکترش میگیرم و یک فیلد دیگر هم اینجا اضافه میکنیم به نام string، از نوع string باشه، تایپش string باشه و l name یا مثلا last name باشه و لینتش هم اضافه میکنم و ریکواردش الیمش هم من ریکوارد نمیگیرم، تنها اگر اضافه کرد خوب، اگر نکرد مشکل نداره، خالی باشه. خب از اینجا چون ما قبلا اضافهش کردیم در بالا، بیام در پایین اضافهش میکنم، ماکس لینتش اینی قدر باشه اما ریکوارد نباشه، تنها نامش وارد کرد، نامش ریکوارد باشه ولی لست نیمش ریکوارد نباشه. خب آتور هم ایمیلی داشته باشه، ایمیلش میتونیم اضافه کنیم و شماره تلفنش میتونیم اضافه کنیم و آدرسش هم اگر باشه بد نیست. خب آدرسش هم میگیریم، اینجا کدام دسکریپشنی برش اگر بگیرین خوب است، نگیرین هم فرق نمیکنه، من نمیگیرم و لازم نیست نباشه و در اینجا تنها میتونیم که یک در مورد نویسنده های ما اگر کسی خواسته باشه معلوماتی بگیره. خب لینک فیسبوکش هم باشه، تویترش هم باشه، اینستاگرامش باشه خوب است، نباشه هم فرقی نمیکنه و قسمت نویسنده های ما چون تنها ارتباطش با لنگویج نیست، ما به یک زبان یا را انتری میکنیم، به یک زبان یا را ثبت میکنیم به خاطر دوپلیکیت نشه، چون احمد نویسنده هست، احمد احمد است، فرقی نمیکنه که با انگلیسیش ما بیایم اضافه کنیم یا با فارسی، ما یک لنگویج اضافه ایشان میکنیم. اما رابطه ای که خود آتور داره با بخشی مقالات هست یا بخشی ریسرچ هست، بخشی تحقیقات هست و یک نویسنده میتونه که چندین تا مقاله داشته باشه و یک مقاله هم برمیگرده به یک نویسنده یا چندین نویسنده هم میتونه که او را نوشته کنه. پس ما به جایی که پابلیک انتی لنگویج هست، به جای از این ما ایرا پاک میکنم از اینجا و فورینکی این تیبل آتور در کجا اضافه میشه؟ در تیبل لنگویج، در تیبل ریسرچ ما اضافه میشه. در اینجا این رابطه یک به چند هست، public virtual list و research researches. خب اینجا رابطه نویسنده ها با بخش ریسرچ یک به چند است، پس اینجا ما میتونه که یک نویسنده چندین تا چی داشته باشه، چندین تا تحقیق و ریسرچ داشته باشه، به خاطر از اینکه ما بتانیم بیایم کل ریسرچ هایش بر اساس نویسنده ها بگیریم، ما اینجا لازم داریم که ریسرچ به حالتی لیست در تیبل آتور اضافه کنیم. این بوده از تیبل نویسنده ها یا آتور. ما میریم در تیبل بعدی، میریم در تیبل بعدی یا را پیس میکنیم، ما فیلد هایش که ضرورت داشتم نگاه میکنم و فیلد هایش که لازم نبود پاک میکنم. خب اینجا بنر ما بنر آیدی باشه،
فضای نامش هم اضافه شوه. در اینجا آیدیش اضافه شد، نام بانر کدام نام برش نمیتیم، از اینجا یارا بر میداریم. اما بجای علمش هم بر میدارم و بجای از این میتونیم که در بنری که اینجا نشان دادیم، منظور ما از بنر اینی تصویری هست که اینجا به صورت اتوماتیک تغییر میکنه. بنر یک آیدی داره و همچنان بنر یک تکس داره، تکسی که امکان داره که ما بیایم اینجا تکس هم بیایم بالای عکس نشان بدیم، میتونیم که تکس اینجا بگیریم و به جای ایمیج هم اینجا به جای ایمیل ایمیج میگیرم و میتونه که ایمیج مثلا پد باشه، چون ما پدی عکس ها را به صورت آدرس هایشان را در دیتابیس ذخیره میکنیم و یک فولدر داریم، فولدر را به صورت استاتیک کریت میکنیم، عکس های ما در فولدر قرار میگیرن، اما لینک این عکس ها در فیلد دیتابیس ما در دیتابیس ذخیره میشه. پس اینجا ایمیج پد میگیرم و مکس لینتش هم بر میدارم، تکس هست و مکس اینجا اضافه میکنم، مکس لینت تکسش مثلا در حدی 300 تا باشه و این کدام آدرس دیگر نداره. تنها چیزی که ما اینجا اضافه میکنیم از نوی دیتا تایم باشه، دیتا تایم و کریت دیت داشته باشه. خب این هم شد از تیبل بنری ما و دیسپلی نمیشه هم کریدیت بگیرد مشکل نداره و دیسپلی نمیشه یا مکس لینت هم برای کریدیت بگیریم که قدر زیاد نشه در حد مکس. خب میام تیبل بعدی ما به نام کاتگوری هست، از این یک کاپی میگیرم و در داخل تیبل کاتگوری یا را هم اینجا پست میکنم. ببینید اینجا تکنولوژی هست، ترینینگ هست، ریسرچ هست در حالت انگلیسی، اما اگر فارسی باشه یا باز تکنولوژی به معلومات تبدیل میشه، ترینینگ به آموزشی تبدیل میشه، ریسرچ به تحقیقات تبدیل میشه، کالچر به فرهنگی، پولیتیکل هم سیاسی. پس اینجا ما یک آیدی داره و نیم داره، اما چیزی که دیگه در اینجا داره کتگوری ما ریلیشنشیپ داره، یکی باید با تیبلی لنگویج رابطه داشته باشه و یکی هم با تیبلی ریسرچ یا تحقیقات که در اونجا این کتگوری میتونه که چندین تا چی داشته باشه، ریسرچ یا تحقیق داشته باشه و یا چندین تا تحقیق هم ممکن هست که چند مربوط به چی شوند، به چندین تا کاتگوری شوند. پس اینجا ما رابطه ایشانه یا نویگیشن پراپرتی های ایشانه اضافه میکنیم، نویگیشن پراپرتی. خب public virtual data annotation public virtual language keto set. این هم از تیبل کاتگوری و میریم تیبل گالری را اضافه میکنیم. این هم از تیبل گالری ما و میم تیبلی که یک کمی فیلد های زیاد هست به نام ریسرچ، اینجا پیس میکنم و پراپرتی هایش یا دیتا انوتیشن هایش اضافه میکنم. خوب دوستان، ما فیلد هایی که چند تا تیبلی که باقی مانده بود فیلد هایشون همراه با نویگیشن پراپرتی و دیتا انوتیشن هایشون اضافه کردیم. مثلا تیبل ریسرچ آیدی داره، تایتل داره که مثلا تایتلش چی هست،
شارت یک شارت تکس داره، یعنی کوتاه خلاصه متن هست و همچنان یک بالای رید مور که کلیک میشه جزئیات بیشتر، باز یک لانگ تکس یا یک تکسی داره که او بیشتر هست و همچنان یک فیلد اضافه کردیم به خاطر ویزیت ها که کدام اخبار ما یا کدام تحقیق ما یا نیوز ما بیشترین ویزیت داشته و این ویزیت در تاپ قرار بگیره، یا همچنان یک کردیت اضافه کردیم و در کردیت ما اینجا یک دیتا فرمت سرینگ برش مشخص کردیم که اول تاریخ نشان بده، بعد ماه باشه و بعد روز باشه. این را میتونید در دیگه جدول ها هم اضافه کنین اگر خواسته باشین که یک فرمتی بسازین که او کاستومایز باشه، میتونید به این شکل کاستومایزش کنین. و تیبل آتور هست یا نویسنده هست که نویسنده را ما اونجا ریسرچ اضافه کردم که به صورت لیست بود، اما در اینجا به صورت فوریانکی اضافهش کردیم در اینجا. و همچنان اگر خواسته باشیم که بفهمیم که این تحقیق مربوط به چند تا ریسرچ بوده یا چند تا ریسرچ در این صورت گرفته، میتونیم که بیایم اینجا از نوی تایپ شا ورچوال بگیریم و اتور هم به شکل تعریف کنیم. و لنگویج هست، لنگویج هم در تیبل لنگویج ما ریسرچ اضافه کردیم که هنوز به این نرسیدیم. و همچنان ایمیج داره، چون این متنی که نوشته میشه این تحقیق صورت میگیره امکان داره که یک متنی دو داشته باشه. و کاتگوری رو هم در اینجا اضافه کردیم که این ریسرچ یا این تحقیق مربوط کدام کاتگوری یا دسته یا گروه میشه. و همچنان تیبل اسپانسرشیپ هست یا اسپانسر، که ما در تیبل اسپانسر هم بعضی فیلد ها را همراه با پراپرتی هایشان اضافه کردیم، چی مسیجی را نشان بده یا را توضیح دادیم. و در تیبل تیم هم تیم یا ممبر آیدی داره، نیم داره، لست نیم داره، پوزیشن یا شغلش چی هست در این سازمان، ایمیج داره، بیوگرافی داره، شماره تلفنش هست، فیسبوکش هست، توییترش هست، اینستاگرامش هست. و امکان داره که این تیم ها را ما بیایم به دو زبان نشان بدیم یا دیتایشون را به دو زبان دسکریپشن، مثلا احمد هست مربوط سازمانی این سازمان و در این سازمان زبان لنگویج بود، دیتیلز این تیم ها را به انگلیسی نشان بده، اگر فارسی بود به فارسی نشان بده. و همچنان تیبل لنگویج هست که این لنگویج چه ما در اینجا اضافه کردیم و با کاتگوری ارتباط داره و با کانتکت از ارتباط داره و با تیم هم ارتباط داره، که ارتباطی اگر چند به چند بود، اگر یک به چند بود یا چند به چند یا منی تو منی یا وان تو وان یا وان تو منی بود، به این شکل تعریف میشه. تیبل ها را ما پراپرتی هایشان فیلد ها را اضافه کردیم. اگر در جریان پروژه متوجه شدیم که کدام فیلد ما کم است، کدام فیلد ما اضافه هست، میتونیم که بیایم دوباره رجوع کنیم به اینجا، بیایم این تیبل اضافه کنیم، بیایم تیبل پراپرتیش هست کنیم یا پراپرتیش اضافه کنیم. تنها کافیه که ما دیتابیس خود دوباره از اونجا یک میگریشن کنیم و یک اپدیت دیتابیس بگوییم. اکنون میریم داخل پوشه مودلز، اینجا داخل پوشه مودلز این را دوباره بند میکنیم. اینجا میام در قسمت اپلیکیشن دیبی کانتکست، در دیبی کانتکست دیبی سیت که چند تا دو تا تیبل داشتیم، اما کل تیبل ها را اینجا میما باید تعریف کنیم که بعد از میگریشن یا چی شوند، مپ شوند در دیتابیس. و اینجا پابلیک دیبی سیت، دیبی سیت وظیفهش مپ کردن این کلاس های شما با دیتابیس هست. گالری و کلی تیبل ها را به این شکل ما تکرار میکنیم. به این شکل کلی تیبل های خود را اضافه کردم و انتیتی های مربوط هر انتیتی که ما اونجا کلاس شده ساخته بودیم اینجا در بخش دیپی سیت ما معرفیش کردیم. و تیبل های ما اگر جمع بودن، اگر جمع نبودن، اینجا پس به حالت جمع یا را تبدیل که ما مثلا تیم نوشته کدام نام تیبل مونه، نام کلاس مونه، در اینجا تیم شد، سپانسر بود، سپانسر بود، سپانسر شد، یک اس اضافهش کرد، ریسرچ، ریسرچز،
و به امو اساس قانون نامگذاری جمع به او شکل یاره اضافه کرد. بعد از یال ما چه کار میکنیم؟ میریم دیتابیس خوده اپدیت میکنیم و میگریشن خودم اضافه میکنیم. قبلش یک ریبیلد میکنم پروژه را. بعد از ریبیلد شدن که ریبیلد ما هم سکسیز بود، کدام پیامی نداد، در بالای تولز آمده و نیو گیت پکیج منیجر کانسول کلیک میکنیم و میگریشن اد میکنیم. اد داش میگریشن میگه برای من نام بده، من میتونم اینجا نامش اضافه کنم، اگه انتر کنم بعدا خودش بار دیگه از من نام سوال میکنه. ما در ویدیو قبلی دیدین که ما تنها چی کردیم، تنها آمدیم دیگر لاین خط کود اد میگریشن و نام میگریشن دادیم، اما در این ویدیو میتونیم که نامش بعد از این بتیم. ببین اینجا زمانی که ما اد میگریشن نویشم میکنم، میگه برای من نام بده، نام ندادی، به نام چی را بشناسم یا به نام چی اضافهش کنم. براش میگم که اد آل مثلا تیبل، خب بلد ما سکسیز بود و حالا اپدیت دیتابیس میگم تا تمام این تیبل ها اضافه شوند در دیتابیس ما. ببینید اینجا all table میگریشن ما اضافه شد. در قسمت پایین که میبینید تیبل آتورا اضافه کرده، پرایمری کیش تعریف کرده و این ورکر 50 گرفته بودیم، این ورکر 800 گرفته بودیم، مکس لینتشان گرفته بودیم و تعریف کرده بودیم که نلیبل باشه یا نباشه. مثلا اینجا تیبلی داشتیم به نام لسنیم، لسنیم ما چی هست؟ نلیبل هست، یعنی میتونه خالی باشه، میتونه که خالی باشه و میتونه که پر باشه. اما نامی نویسنده نمیتونه که خالی باشه، باید او را پر کنه. اینجا فارس و ترو هست. اما چیزی که اونجا ما تعریف کردیم در اینجا میبینیم که به این شکل چی شدن؟ اضافه شدن. مثل که ما در دیتابیس فرست در خود اسکل اضافه میکنیم، به این شکل اضافه شدن. تیبل بنر ما هست و رابطه هایشان هم ایجاد کرده، گالری و غیره و غیره. خب بعد از این من چی میکنم؟ اینجا update database، update-database. میبینیم که دیتابیس ما هم updateش موفقانه بود. حالا SQL چک میکنیم که در اونجا همین تیبل هایی که ما اضافه کردیم آیا اضافه شدن یا خیر. SQL سرور رو باز میکنم. اول که باز میکنیم تا موتورش گرمه، کمی دیرتر باز میکنه، حوصله میکنیم، بالای دیتابیس کلیک میکنیم، پوشای دیتابیس. اینجا ما در کود در جلسه قبلی آمدیم کانکشن سترینگ شد تعریف کردیم از این پروژه را در فایل بنامی اپستینگ جیسون. اپستینگ جیسون را من باز میکنم. داخل اپستینگ جیسون نام دیتابیس ما به نام جندر دی بی بود که اینجا ما کودش اضافه کردیم. بعد از اینکه پروژه را رن کردیم میگریشن اضافه کردیم و همچنین دیتابیس گفتیم، برش دستور دادیم، اونجا چی شد؟ اضافه شد. دو تا تیبل بود البته. حالا باید این تیبل هایی که در این جلسه اضافه کردیم اینجا اد شده باشن. تیبل باز میکنم، میبینیم که اینجا تمام تیبل هایی که ما امروز برش تعریف کردیم، فیلدشان رو تعریف کردیم، اینجا اضافه شدن. آتور، بنر، کاتگوریز، کانتکت از، امپلایی، گالریز، لنگویج، پیوپل، ریسرچ، سپانسر و تیمز. ببینین نام هایی که به شکل جمع ما اضافه کردیم در قسمت دی بی سیت یا اپلیکیشن دی بی کانتکس به این شکل در اینجا اضافه شدن. من اگر آتور رو باز میکنم، برای باز کردن آتور اینجا ادیت رو کلیک میکنم بالایش و در اینجا اگر بیم چیز اضافه کنیم، دیتایی برش اضافه کنیم، میتونیم که دیتا را اینجا برش بدیم. ببینین نا آیدی هست، نام هست و غیره و غیره.
اگر بخویم بخش ادیت شبینیم بالای تیبل کلیک میکنم و اینجا بخش دیزاین. در بخش دیزاین میتونیم که از اینجا حتی بیم ببینیم که پرایمری کی نباشه و همچنان نلیبل باشه، این ورکر نباشه، ورکر یا ورچار باشه، ورچار 50 باشه، 800 باشه. ببینید در فیسبوک یا در لینک فیسبوک ما مشخص نکرده بودیم، اینجا به صورت چیز رو هم مکس گرفته، یعنی لیمیتش نساختیم، محدودش نساختیم. این بود طریقه ایجاد کردن تیبل ها و نیاز پروژه ما. هر تعداد تیبلی که نیاز داشت ما ایجاد کردیم و در جلسه بعدی میپردازیم به نحوه کار کردن با این تیبل ها و همچنان که دیتا را چگونه در تیبل ها اضافه کنیم، از تیبل ها دیتا را چگونه بگیریم و ادامه این پروژه را در جلسه بعدی پیش خواهیم برد.